متاسفم که بگم ما در 40 سال گذشته هیچ انتخاباتی به اندازه این دوره مهندسی نشده بود و غیر رقابتی نشده بود. انتخابات اخیر تمامش کمابیش مهندسی میشد، اما یه حدی از آزادی رو نیروهای منتقد داشتن و برای ما تو اون میدون میمدیم و خیلی وقتا میتونستیم ببریم، از حداقل فرصت ها استفاده کنیم و ببریم. این دوره ما مجلسمون 290 تا نماینده داره، 160 تاش رو تقریبا هر رقیبی رو برای نامزدهای حزب پادگانی حذف کردن، یعنی از همین الان اکثریت مجلس در اختیارشونه. 70 تا حوزه رو کرسی رو معذرت میخوام برای رقابت بین اصولگراهای تندرو و معتدل گذاشتن، یعنی حالا هر کونشون بیاد 230 تا همین الان اصولگراها تو مجلس نامزد دارن. 30 تا کلن تو شهرستان ها برای ما امکان رقابت گذاشتن که تازه در شهرهایی هم گذاشتن که خیلی شانس پیروزیمون بالا نیست، برای اینکه تو شهرستان ها خیلی جا علاوه بر مسئله سیاسی شرایط قومی و خود اون چهره هم نقش داره که مردم بهش رأی بدن یا ندن. شهرها هرچی بزرگتر میشه تو ایران انتخاباتش سیاسی تر، هرچقدر کوچکتر میشه انتخاباتش تحت تأثیر معادلات و مبادلات منطقه‌ای و محلی شکل میگیره. 30 نفر هم تهرانه که تقریبا همه نامزدهای حرف زن ما و مدافع حقوق شهروندی رو حذف کردن. اونایی که علاوه بر انجام وظیفه نمایندگیشون تو جامعه هم هستن و تو میدونهای مختلف سخن میگن، آقای مطهری، حیدری، صادقی، میرزایی، خانم سعیدی و غیره. بنابراین این انتخابات اصلا انتخابات ما نیست. آگاهانم این کارو کردن و میداننم که این انتخابات رو سرد میکنه. اتفاقی که افتاده اینه که شورای نگهبان شده خودش یک حزب که همه مخالفین خودش رو داره چیکار میکنه؟ رد صلاحیت میکنه و داره به نظر ما رانتخاری میخوره، حرامخاری داره میکنه.